من بذارید دو سه نکته کوچولو عرض کنم. خواهش میکنم. مورد اول مطلبی بود که جناب دکتر نیری گفت. من بارها نه از سر تعارف، نه ابدا نه، گفتم اگر نظر و اعتقاد من رو دارید لطفاً تو شک کنید، چون من خودم هم شک دارم، ولی اگر نظر مختلف و متفاوت دارید لطفاً نگرش دارید، احتمالاً درسته. حتی من در بحث ویژگی های شخصیت سالم وقتی به تفاوت آرمان‌خواهی و ایدئولوژی میرسم، اولین مشخصه انسان سالم رو کسی میدونم که بیش از اون چیزی که درباره باور خودش بدونه درباره ضد باور خودش بده. روزی از نظر من شما آدم مذهبی هستید که کتاب دینیتون رو خوندید، 50 تا کتاب ضد اون علم خوندید. روزی شما من میتونید بگید من مارکسیستم که هر چی نوشته علیه مارکس هست رو خونده باشید، ولی رهاش کنید. پس بنابراین از مخالفت هیچ وقت مسئله حل نمیشه. اگر کسی مدعی است که میخواد بفهمه، اگر بنده بیام بیرون و بیام یه جایی میخوان یه چیزی رو رد کنن که من قبول دارم و یه چیزی میخوان صحبت کنن که من قبول دارم، من حتما باید برم اون جایی که میخوان ردم کنن. اینم مایلم خدمتتون عرض کنم. مطلب دیگه طور اشاره کردن اولشه، تواضع و فروتنی مال این علم لعنتیه که به من و شما فقط میگه چی نمیدونیم. خدمتتون قبلا هم عرض کردم، اگر یه معلمی یه سوالی رو جواب بده، 5 تا سوال تازه در ذهن شاگردش به وجود نیاره، معلم نیست، نقش ایفا نکرده. ما فقط بیشتر و بیشتر میدونیم، چقدر نمیدونیم. خود مگر افلاطون یا سقراط، من نمیگه من فیلسوفم، میگه من به این دلیل فیلسوفم که بیش از همه میدونم که چقدر نمیدونم. من فقط یه جمله میگم چون میدونم بعدا میخوام سوال. من باور به وجود خدا دارم، هیچ دلیلی برای اثباتش دارم به هیچ وجه. آیا اگر یک کسی بگه من باور ندارم فکر کنم کمتر از من میدونه، میفهمه، حس و احساس کنه؟ به هیچ وجه. من تصمیم گرفتم این انتخابو بکنم و همین به دلیل یه حسیست. یه دفعه یک آدمی با این همه نگاه علمی دقیق کاملا استدلال غیر علمی میکنه. نه استدلال غیر علمی نمیکنم، استدلال فلسفی و مذهبی میکنم. اصلا استدلال علمی نمیکنم. استدلال علمی تا کجاست جواب فروزنده؟ اصلا بحث علمی نیست. من عرضم اینه که من یه حس و احساسی دارم و یه باوری دارم که مطلقا نه مادی است، نه علمی است، نه عقلی است، نه استدلالی است، به هیچ وجه. من وسط این بحث موندم که خدا هست یا نیست، تصمیم گرفتم بگم هست. شما میفرمایید نیست، به همون اندازه شما رو معتبر و درست و خوب میدونم که خودم. و اگر آقای دکتر بگن هست، من فکر میکنم من به ایشون نزدیکترم تا شما. ابدا، یه انتخابی است در خلا برای آدم‌ها و نیست. ببینم آقای دکتر، بر من یه جوری بگین که من بفهمم. شما با این ذهن علمگرایانه ای که دارید که تمام زندگیتون بر اون اساسه، خب با این مفهومی که فقط میگید من اعتقاد دارم، خب به چی اعتقاد دارید؟ هیچی، برای که من یه ذهن فلسفی هم دارم. شما به علم نمیتونید باور داشته باشید. شما نمیتونید بگید من باور ندارم 2 به 2 مثلا میشه 4، یا فرض کنید اگر یه آبی رو گرم کنیم در جریانش میره بالا. ماجرای علم ماجرای اعتقاد نیست. به همین دلیل وقتی دوستان میان رو خط رو میگن من به دوا اعتقاد ندارم، من میذارمشون زیر بمباران. پس بنابراین عرض من در خصوص این مسئله اینه که من به علم و مطلب علمی نمیتونم بگم باور دارم. آقای دکتر اگر بحث فرمولای فیزیک یا مکانیک یا هر چیزی برای من بکنه، من نمیتونم بگم به این اعتقاد دارم یا ندارم. مسئله اعتقاد یه چیزی است که حس و احساس و نظر آدم درباره موضوعی که علمی نیست. اینجا بحث منه. یعنی موضوعی که علمی نیست ماجرای باور و اعتقاده. پس بنابراین من بحث علمی ندارم ایشا. بنابراین موضوع خدا به نظر من موضوع علمی نیست. من نمیدونم، شاید چند ده بار اینو عرض کردم، از تکرارش هم بسیار متاسفم. اشکال کار در اینه که ما یه موضوعی که اصلا علمی نیست رو آوردیم در حریم علم. نه در حریم علم، آدمایی که دلشون میخواد. و عرضم کردم به من یه علمی رو در یه دانشگاه معتبر نشون میده که روی خدا کار میکنه. نظری هم که فرض کنین استاد دارن که خیلی هم مثلا نمیفهمم حرفاشون رو، نظر شخصیشون از اون برداشت ها. تازه آقای دکتر به من شما چی میگن؟ آقای دکتر به من شما میگن که این آدم این افکار و عقاید داره. در دنیای فیزیک و ریاضی آدمای از اون برجسته تر هستن. اونا هیچ کدومشون نه اینکه بگم، شاید هم بگن به این نتایج به این صورت نرسیدن، وارد همچین مباحثی هم نشده.
یعنی این آدم دلش خواسته با آگاهی که داره به اونجا بره، درست مثل لطفی که شما آقای دکتر رئید بنده کمی 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 مسائل روانی اجتماعی رو میدونم، به خودم اجازه میدم بحثش رو بکنم. بسیاری از آدم‌ها هستن هیچ وقت حرف نزنن، خیلی هم بنده میتونستم راحت‌تر باشم اگر مثل شما بشنم بگم نظری ندارم، خیلی راحت‌تر بود. ولی این تیپ من، شما من میگید دوستان جامعه شناس یا کسانی که با مسائل روانی آشنا هستن درباره خدا عقیده و نظری دارن یا ندارن شما نمی‌فهمید. به همجاز که اگر یه دوست روانشناسی یا روانپزشکی یا جامعه شناسی به من میگه من وجود خدا معتقد نیستم، بگی معتقد هست، من فکر میکنم از جامعه شناسی در نیمده، از روانشناسی در نیمده، از یه مسئله انسانیه. و گفتم تمام اینا برمیگرده به این که شما اگر این حرفی که شاید آقای دکتر اشاره کردن تو صحبت ایشون، اگر شما فقط جهان رو جهان مادی میدونید و این جهان مادی حاکمش علمه، من کاملا با تو موافقم. چرا توی شعار رادیو همراه من عرضم چیه؟ عرض من این است که اصل و اصالت با انسانه، همین جایی که اصل و اصل اصالت ولی همین اصل و اصالت با انسانه، یه مفهوم بسیار بزرگی رو پشت سرش داره. انسان هر چقدر با علم نزدیکتر باشه به انسانیت نزدیکتر میشه. شما یک نه یک حکمی صادر کردید، نه حکم نمیکنید، انسان هر چی به علم نزدیکتر باشه به انسانیت نزدیکتر. خب شما فیزیکدان تا چقدر با ایشون هم رایی؟ اولا من در این زمینه کاملا با ایشون موافقم و میخواستم از شما یه ایرادی بگیرم و اون این است که علم حداقل تا مرحله‌ای که الان پیش رفته اصلا اخلاق نمیاره. ما علم جنایت‌های وحشتناک، یعنی به نام علم هم جنایت‌های وحشتناکی شده. به همین جهت است که عرض من این است که من در پیشگاه هیچ بتی نمیتونم انسانی رو قربانی کنم. من به خاطر خدا نمیتونم به هیچ کس آسیب بزنم. من به خاطر دین نمیتونم به هر این واقع هیچ کس به هیچ شکل و فرمی تجاوز کنم. تمام کسانی که کردن استفاده و سوء استفاده کردن و همچنان دارن میکنن. پس بنابراین عرضی که من اینجا دارم جان فروزنده دقیقاً اینه که اصل و اصالت برای من انسانه، موضوع انسانیت و انسانی که مطرحه. حالا میتونیم درباره که این انسان کیه، چیه، چه جنبه‌ای داره بهش نگاه کنیم. حتی خاطرتون باشه فکر کنم هفته گذشته عرض کردم، من اگر باوری دارم که میتونم به خاطرش بمیرم، روزی که شما بخواید باور منو به بقیه تعمیم بدید، مطمئن باشید من حاضرم بمیرم و مانع این کار شما بشم. برای که اصل انسانه، نه باور من، نه اعتقاد من، نه خدای من. اشکال کار در طول تاریخ این بوده که خدا حاکم شده. خدا هم اگر باشه یا نباشه حاکم نبوده. مردمانی به اسم او همه این کارا رو کردن، به نام او این همه جرم و جنایت و این همه بیداد رو کردن، در حالی که از یه طرف باور به مهربانی خدا داشتن، اون همه نامهربانی کردن. با وجودی که به عدالت معتقد بودن، اون همه ظلم کردن. با وجودی که اصل اساسی انسان و تفاوت انسان با بقیه موجودات به آزادی باور داشتن، جلو آزادی رو در هر مفهومش گرفتن. اینجا گرفتاری است. بنابراین بحث اصلی و اساسی درباره این است که روزی که میگید اصل انسانه، یعنی شما نمیتونید من بگید به خاطر کشورت این کارو بکن، به خاطر نمیدونم دیگران این کارو بکن، به خاطر خدا این کارو بکن، به خاطر دین خدا این کارو بکن. من زیر بار اون نمیرم. چرا؟ برای که برای من اصل خود انسانه. و اون همه تأکیدی که توی برنامه هست و پاشم ایستادم، بعدم دومین اصل کنار انسان برای من اول اخلاقه. برای که پذیرفتم 5 تا اصل عدالت و انصاف و محبت و عشق و رهایی و آزادی رو، حرمت و حیثیت و واقعیت و حقیقت، این 5 تا اصل اخلاقی منه. انسان اول، اخلاق دوم. حالا برید دنبال علم و عقل و واقعیت. خب شما فیزیکدان تا چقدر با ایشون هم رایی؟ اولا من در این زمینه کاملا با ایشون موافقم و میخواستم از شما یه ایرادی بگیرم و اون این است که علم حداقل تا مرحله‌ای که الان پیش رفته اصلا اخلاق نمیاره. ما علم جنایت‌های وحشتناک، یعنی به نام علم هم جنایت‌های وحشتناکی شده. خیلی جالبه، من این مسئله رو همیشه عنوان کردم که ما سوگند بقراط رو برای پزشکان داریم، در بعضی از شاخه‌های مهندسی هم سوگند نامه داریم. شما در هیچ رشته علمی سوگند نامه نمی‌بینید. رشته‌های علوم طبیعی رو دارن. دلیلش می‌دونید چیه؟ برای اینکه تمام دولت‌ها، تمام حکومت‌ها همیشه سعی کردن در طول تاریخ، متاسفانه ما باید بپذیریم بسیاری از پیشرفت‌های علمی به خاطر کاربردهای علم در پیشرفت‌های نظامی بوده برای جهانگشایی‌های خودشون. در نتیجه هیچ وقت هیچ حکومتی حاضر نیستش که یک سوگندنامه‌ای رو برای فرض کنین متخصصین علوم طبیعی بذاره، برای اینکه می‌خوان ازشون استفاده کنن، بمب‌های خطرناک‌تر بسازن، مخرب‌تر بسازن، سلاح‌های شیمیایی بدتر بسازن.
سیستم های بیولوژیکی وحشتناک بسازن که نهایتاً بتونن دنیا رو کنترل بکنن دست خودشون. برای همین هم هست که یه عده از دانشمندان به این صرافت افتادن که اونها بیان یک اتحادیه‌ای درست بکنن از دانشمندایی که مسائل اخلاقی براشون در اولویت قرار میگیره. بنابراین این مسئله بسیار مهمی. حالا البته من و دکتر هلاکویی در نوروز یک بحثی داشتیم که مسئله اخلاق چقدر میتونه علمی باشه. اون حالا یه بحث جداییه که هنوز در مقدمه راهه. ولی اون طرف قضیه هم میخوام اشاره کنم که البته ربطی به بحث آقای دکتر نداره، چون من تو این زمینه کاملا باهاشون موافقم. یعنی به نظر من قصد من همیشه این بوده که ما از همه چیز باید تقدس زدایی بکنیم و هیچ چیزی مهمتر از انسان و طبیعت نیست. ما باید به هر ترتیبی شده این دوتا رو کنار هم دیگه داشته باشیم، یعنی هم حق انسان هم حق طبیعت. حق طبیعت یعنی حق جانداران و جانوران هم باید رعایت بشه. ماها اتفاقا وقتی که شدیم اشرف مخلوقات این اجازه رو به خودمون دادیم که طبیعت رو بهش تجاوز کنیم، تمام موجودات رو به نفع خودمون مصادره کنیم و بالاترین جنایت ها رو در حق موجودات روی طبیعت انجام بدیم. اینها یه واقعیت هاییه. تقدس زدایی به نظر من باید انجام بشه و اصالت قطعا بر اساس انسان و طبیعت باید باشه و اخلاق که خیلی مهمه. اما یک مسئله دیگه هم میخوام بگم، چون اینو دوستان اشاره کردن، نمیدونم چرا وقت زیادی هم نداریم. من اینو فکر میکنم که شاید بعد دفعات آینده راجع به صحبت بشه، اگه دفعات آینده ای باشه. مسئله این هست که از دو گروه متفاوت الان وجود دارن. یعنی گروهی که فکر میکنن که بیدینی و بیخدایی مساوی است با بی اخلاقی، و گروه دیگه‌ای که برای توجیهات بی اخلاقی خودشون و کارهای خلافی که میکنن میرن به سمت بیدینی و بیخدایی. یعنی به نظر من هر دوی این گروه در جهالت کامل هستن. من فکر میکنم دکتر هلاکویی به زیبایی دارن یک، من خیلی از صحبتهای به خصوص این تیکه آخر خیلی لذت بودم با نمیدونم شما هم دوست دارین که مناظره بشه. متاسفانه من دکتر هلاکویی شاید 95% توافق داریم روی این مسئله. من مجبورم یه چیزی رو بگم. شما الان این هفته دومه که قبل از برنامه که ما با هم صحبت میکنید، شما بر اساس ایمیلایی که دریافت میکنید تماس میگیرید. نه من مشکلم با خدا بود که هر شب دیگه میخواید که در واقع سر به سر دکتر هلاکویی بذارید، ولی ما توی جلسه که میام من باز اقلیت میفتم. یعنی شما نوبت شما الان به صحبت دکتر هلاکویی رو تاییدش میکنه. من یه مشکل با دکتر هلاکویی شما فکر کردید اینجا بیاد جنگ را میندازید قربونتون برم. من قصدم جنگ نبوده. من قصدم چرا... دیگه سر چیزی یاد بگیرم. قصدتون جنگ بوده ولی که حقیقت بزنه بیرون اشکال کار نیست که من آقای دکتر سر کلیات با هم موافقیم. بعد من در تایید حرفای دکتر به نظر من نکات بسیار 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 درستی بود، مهمی بود. البته من واقعا دوست دارم که این مسئله رو چون در تخصص ایشون هم هست واقعا بهش کافیم. حالا من کار به مستندات تاریخیش کاری ندارم، شاید هم نمیتونیم اونا رو ندیده بگیم. چرا جامعه ما علاقه‌ای به علمی فکر کردن نداره؟ من راستش با اون مسئله که شما گفتید موافق نیستم. یعنی من این رو یک جامعه بیمار میدونم، برای اینکه در خود همین فرض کنید آمریکا برای فرض کنید کنسرت مدونا ممکنه 200,000 نفر آدم بره، ولی مثلا برای یک متفکر وقتی که میاد صحبت میکنه 20 نفر آدم نمیره، 20,000 نفر آدم میره. این تناسب ناجوریه که توی جامعه ما وجود داره به نظر من. یعنی این عدم استقبال اصلا خیره کننده است برای من. من خودم فکر نمیکنم وضع به این بدی باشه. یه چیز پایانی هم فقط بخوام بگم که همونطور که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، ما اتفاقا خوشحالیم که هر سال کتاب هامون رو تجدید نظر میکنیم. توش 1,000 سال نیست که این کتاب رو با همون محتویات نگاه کنیم. کتاب ها به روز میشن. خوشحالیم که علم ناقصه، خوشحالیم که اختلاف نظر وجود داره. همونطور که آقای دکتر گفتن خوشحال هستیم که میتونیم در جمعی بریم که به چالش بکشیم و این تفاوت